سلام مهتاب جون. ببخشید. مادرت گفت که اینجا منتظرت باشم. اومدم باهات درباره چاوش آراز حرف بزنم. میخوام کمکم کنی. کمک کنی که چاوش حجره و خونه و پول آرازو بهش بده. یه عمری بابام دنبال حقش دوید. نمیخوام الانم شوهرم بوده. چیزی شده؟ خوبی ماما؟ آروم. آروم. میتونی بلنشی؟ بله. یواش بدن. عجله نکن. یواش بدن. بابا بابا بیا چرا بیا. چی میکنی؟ بیا کاره چی کار داری؟ بیا بهت میگم ستار تو بیا با مامان برو. چه اتفاقی افتاده؟ چی شده بابا؟ همه رو داره تهدید میکنه. حتما سراغ آرازم. کی؟ کی داره همه رو تهدید میکنه؟ پای تلفن کی بود؟ لیلا گفت حنیف افتاده به تهدید کردن، احتمالا سراغ تو هم بیاد. قافیه که به تنگ آید شاعر به جفنگ آید. لایحه رو تنظیم کردم. کجایی؟ آه تو فکر فردا. تو فکر شهادت دادن؟ زندانش که نمی کن نمی زارم به اونجا برسه. بازداشتی چی؟ نه همه چیشو میگیرم؟ نمیذارم به اونجا برسه. با خونه زندگیش که کاری ندارن ها؟ همه میفهمن، همه حالا خبر میشن. گفتم نمیذارم به اونجا برسه. اگه رسی
سلام. بوق میزنی که بیام جایزت رو بدم؟ کشته بودیم اون که الان ارادت دلم میخواد حرف بزنی. دستتو ول کنم. آدم حرفی؟ آتیش میندازی خونه مردم؟ از من میپرسی آدم حرفم؟ تو مردم نیستی، دومادی. پس اگه غریبه بودم حتما به سیخ میکشیدی، کبابمون میکردی ها؟ فردا کسی دادگاه نیاد رسول، ولی همین آشه و همین کاسه. من بعد شروع در دادگاه وصلم، کسی نیاد، آراز نیاد. نیاد یعنی نیاد. تو نمیتونی قانون رو دور بزنی. قانون؟ چی نوشته؟ ننوشته تو هر شرایطی. تو هر شرایطی برادر باز پشت برادرش باشه. ناولد قانون نوشته. اینی که تو میگی قانون جنگله. اسارت کلبت بچه چک زبون خوشمه، آتیش زبون ناخوشم. رسول با تو از این ماجرا بکش کنار. هر بار اینجوری نیست که در وسط وا کنم. یه وقتی او دیدی تو و آراست و آتیشم کباب شدی. هیچ وقت هیچ کدومتون نفهمیدین چاوش مهمترینه برام. گفتم چیزی نشده، برای چی اومدی؟ دود گرفتی یا کباب شدی؟ درخت گردو به این بلندی، درخت خربوزه، زیر سایه درخت کی خوابیدی؟ برادره که سایه داره. چه کاری با خودت کردی؟ من درخت خربوزه؟ تو فعلا تو چشم نیستی دختر. هستم که گوشه کنایه بارم میکنی. از سر تقصیره کی بگم خدا بگذره؟ از لیلا شروع کنم؟ با لیلا چیکار داری خانوم؟ اه؟ یادت رفته فینتو تو دستمالای من میکردی؟ حالا شدم خانوم؟ خانوم بودن که بد نیست، ول کن. این داره ادای غریبه ها رو در میاره. غریبه ایم دیگه. خوشبال درخت گردو که کلاغ باش قره. تو این وضعیت چه گردو گردوی رو انداختی؟ وضعیتی نیست، وقتی شهادتی نباشه وضعیتی نیست. شهادت هست، خوبش هم هست. ساعت چنده؟ 11 وقت دادگاه است. نمیذارم بره. حنیف فخریاتش واسطه جلوی دادگاه، کسی نره اون طرف. ستار خانم ببینم این وکیل ماست یا وکیل اونا؟ قبل از اینکه وکیل کسی باشه شوهر منه. الان دعوا سر ماهیت منه.
من اومدم وسط رو بگیرم، بس به وقتش، به زمانش، به مکانش، هم شهادت میده، هم کارهای اداریش انجام میشه. من خودم دلم نمیخواد آراد شهادت بده. دست درد نکنه. دست درد نکنه چیه؟ مگه نمیبینی رفته جلوی دادگاه وایساده مثل رستم دستان؟ نمیخوام آراد چیزیش بشه. خب من همراهش میرم. من اومدم وسط ماجرا رو جمع کنم دیگه، ها؟ بس خودم میرم تنها. حتی شده بی آراز. کار خودمه. تو هم هیچ جا نمیری، کمتر از آراز نیستی برام. فلان که هستم. بسته دیگه، تمومش کنین این ماجرا رو. داداش ما به جون هم دیگه انداختین. آراز، آراز رفت، کله خراب رفت. رسول، من دارم میرم دادگاه، میای بیا. شما چرا انداختی به جون داداشت؟ چی؟ درست صحبت کنیدم چی میگه؟ دیشب اومده کلبه رسول آتی زده، حالا چک کشیده آقا. رسول تو کلبه بوده، آراز تو کلبه بوده، کلبه رو به آتیش کشیده حنیف. حالا بلند شده رفته جلوی در دادگاه وایساده، گفته هر کی ساعت 11 بیا جلوی در دادگاه یه کاری میکنم که رب و رمش یادش بره. من نمیدونم چاوش، تو طرف دعوایی، کری بوستان طرف دعوایه، یا اون طرف دعواه. حنیف آتیش زده. پس بابای خدا بیامرزمون کلبه رو آتیش زده. یا پیداش میکنی یا بلند میشی میای جلوی در دادگاه، زنجیرش میکنی میبریش. خب از ما را افتاده که نمیبینیمش. جواب نمیده این حنیف. لیلا، لیلا، خاموش کرده گوشیشو. خب یه چیزی بگو دیگه. منافعمون با هم فرق میکنه. داره با قیمت جون تموم میشه این منفعت. تو یه قدمی یه پیروز شدنیم. چرا نمیفهمی اینو؟ چیزی نموده حقمونو بگیریم. حق من آرازه که باید سالم باشه. میگم منافعمون فرق میکنه؟ آره. این منافع من و بابا با هم فرق نمیکنه. کیو داری میگیری؟ بابا رو؟ خوبه، اتفاقا باید باشه. چو شاکیونه. بله اگه بیاد کنار بکشه به خاطر اینکه دعوا نشه ممکنه پدر پسریمون به هم بخوره. میدونی چرا آراز قاطی کرد از حنیف کتک خورد؟ برای اینکه خواری پدرمونو دید، التماسشو دید که به خاطر جون مادرمون پول گرفت از حقش گذشت. میدونستی؟ چرا چی نمیگی؟ من افتمون با هم فرق میکنه. الو، سلام عم لیلا. بابا کریم بوستان. بله. تلفن کارت داره. اومدم.
الو. الو بابا. جانم بابا. آراز میخواد بره جلوی دادگاه برای شهادت. حنیف هم منتظرشه. بابا حنیف دیشب کلبه رو آتیش زده، من نگران نشم. من کی اینجوری حق خواستم؟ به چه قیمتی خواستم؟ نمیخوام بابا، نمیخوام. پس برو زودتر برس جلوی دادگاه، تو رو خدا. خونت زندگی کنن، آتیش بندازن تو زندگی، نوبر و بالی. حالا این نوبرونه کی به میدون رسه که ماها رنگش رو ندیدیم؟ الله و علم. من همیشه دوست داشتم پسر، ولی از وقتی لات بازی تو جای جوون مردی پر کردی رو بی سر پایی، میدونستم میذارمت کنار. خیلی نامردی. حرف دیروز و امروز نیست، همیشه نامرد بودی با من. تو بازی های بچگی نامرد بودی با هم، تو کشتی های بچگی نامرد بودی با هم، تو تخص آجید کشمیش نامرد بودی با هم، با همه جهان نامرد بودی الا چاوش. روزش رسیده بذارمت کنار. اشتهام کور نشد. کور میشد شک میکردم. ببین کی بودی؟ عکس بدون چاوش به درد نمیخوره. عکسی که کنار چاوش نباشم به درد نمیخوره. چجوریه؟ سفره همون سفره هست، بابا همون بابا بوده. چرا تو چاوش نشدی؟ کشتی داری آراز، بیوفایی داری، آدم فروشی داری. بزن به چاک. جدی گفتم، بزن به چاک. لب دهن. بزن به چاک آراز. جوالتشو داری، دلشو داری، بزن. تا یازده چیزی نمون. یا بزن، یا میرم شهادت میرم. آراز. بزن که لبدهن نباشی. بزن آراز. بزن آراز. بزن آراز. نگردم. بیا بابا جی. بابا ندار. بیا بابا جی. چی شد؟ آراز کو؟ آراز کو؟ کاشفت قول نداده بودم خانده داشت. خیالت راحت. خون از دماغ داداشت نیومد. قسم میخورم شهادت دروغ ندم. قسم میخورم دست خط پدرم دیدم. قسم میخورم حق و ناز گردن پدرم. قسم میخورم حق کریم بوستان ضایع شده،
توسط برادرم. قسم می‌خورم دوست دارم داداش. سالها پیش یه داشت و شغمون به اسم حبیب، نمیدونم شاید هنوزم باشم. آقامون نمیدونست این مرده هست زنده هست، ولی یه چیزی خوب میدونست، اینکه چرا از حبیب برید و برادریشو کتمان کرد، سراغشو نگرفت، دلش تنگ نشد. همه اینا رو میدونست. اما میگفت به سن تو چاوش همینقدر که بدونی بسته. اینکه روزی روزگاری عمویی داشتی به اسم حبیب که سالهاست ازش بریدم و برادریمو کتمان کردم. من پرسیدم آقا جون چرا بریدی ازش؟ من گفت وقتی 30 سالت شد برای تعریف میکنم. من 30 سالم شد ولی عمر آقا انقدر نبود که 30 سالگی من رو ببینم. دلیل این بریدن و کتبان برادری مثل هندونه در بسته برام موند. البته من آقامو بی خطا میدونم و منطقی و سرپا میدونم. علکی که کتبان نکرده حتما یه دلیلی داشته. و این مهنشون چی بوده؟ چی شده؟ که به کتبان برادری رسیده. شاید شبیه همون چیزی که من امروز رسیدم. چیزایی که من از داداشم دیدم، چیزایی که ازش شنیدم. من امروز به جایی رسیدم که با شما تاج سر به کتبان برادری رسیدم. حنیف، ایشون و اوشون بیرون باشن، میخوام با آقام خلوت کنم. بیا بریم. آراز حنیف، یه برادری در حقم بکن. دنیا یه بچه برام مونده و یه زن که تو دستام نیستن. برشون گردون خونه خونم. مامان برو دیگه، بریم تو. شما نگران نباشی. خداحافظ.
به دلخواه خودم نیومدم. میدونم. ازت متنفرم. میدونم. فقط بی سر صدا و بی درد سر میرسونم چون خونه. سر صدا کنم چی میشه؟ نمی کنی زن داداش. آره؟ خب قلدری خطرناکی، هر کاری ازت برمیاد دل خانوادمو میشکنی، هر چیزی ازت برمیاد. بی سر صدا لطفا تعمل کنیم برسونم تو خونه. بفرمی. زن داداش چطور دایی؟ نه ترس، خودت گفتی بیام. بخشید، میدونم ولی یهو جا خوردم. چی شده؟ مسیج دادی با ترس و لرز که بیا دیوار پریدم پایین با این سن و سال؟ چی شده؟ حنیف تهدیدم کرده. خب ترسیدم تا اینجا چیک بزنم. دیشب کلبه رسولم آتیش زده بیشون. از خونه بی سر صدا اومدم بیرون که شرش دامن خانوادمو نگیره. این قلچما بزرگتر نداره؟ بزرگتر چاوشه. بزرگتر چاوش کیه؟ خودت بگو. شما؟ من؟ شما بزرگترشی. نجات هم بده از دست حنیف، از دست شوهری که عادت کرده به دروغ گفتن. ترسناک شده. اما دوست داره. میخوام چیکار دوست داشتنی یه مرد دروغگو مال مردم خورو؟ بچه همچین پدری میخواد چیکار؟ بچه زندگیته الان برام زندانه. تا با کریم تصفیه نکنه، تا عادت دروغ گفتن رو کنار نذاره، تا این حنیف شر و شور دور و برشه، من نیستم اینجا بودن رو نیستم. نیستم دایی، پناه میخوام.
نیستی؟ از روش رد میشه. دایی باز دهبا باز بزن بزن. زن و بچه هم کجا؟ این خونه دوتا در داشت. هر وقت مرد شدی نیای سراغ زنت. دارو ندارم هزینه یا حلالیت شما. اومدم داداش چاوشو ببینم. میذاری برم یه از روز ست چم از روم راد شو مهدو. من بی تو میگندم چاوش بی تو میگندم. آراز پای ما وایساد. من چیم کمتر از اونه که پاش وای نیستم. کار را که کرد آن که تمام کرد. توی میدون کسی به آراز کار نمیده. داد اون پیته بنزینتو میگیری دستت. منم کی جنبشه داره توی میدون بهش کار بده. من الان دیگه وقت اینه که من پاس وایسم. چشم تنگ دنیا دوست را یا قناعت پر کند یا خاک گو تنها می